جهت قبولی طاعات و عبادات نمازها و روزهاتون به درگاه الهی صلواتی جلیل هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات دیگر رو اللهم صل علی ترجیح در فرج پر از خیر و برکت مولانا و بقیت الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین به تراب مقدم فدا جلیتر خلق فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. بندگی کن تا که سلطانت کنم، تن رها کن تا که جانانت کنم، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنم. بنده شیطانی و داری امید، صحبت مناجاتمون از با نفس با خودمون. هر کس این موقع بعد از افطار میخواد یه حرفی یک نجوایی با دل خودش بکنه. بنده شیطانی و داری امید که ستایش همچو یزدانت کنم، سوی هم نارافته سوی هم نارفته چون داری تمام، همسر موسی بن عمرانت کنم. این آدم وقتی فکر میکنه به گذشته، به خودش، به اعمالش، شکر و تسلیم سلیمانی کو، شکر و تسلیم سلیمانی کن، ای که میخواهی سلیمانت کنم. از چه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنم. یوسف اگر عزیز مصر شد چه کرد؟ چه امتحان آدم؟ بگذر از فرزند و مال و جان خیز،
آخرین الله دورانت کنند. خلیل الله عزیز خدا شد، امتحانی رو پشت سر گذاشته، مال که چی، خانواده که چی، عزیزترین خودش رو اسماعیلش رو داد دیگه، نه ما چی؟ بگذر از فرزند و مال و جان خویش، تا خلیل الله دورانت کنند. شما ها که این بعضتان خیلی خوبه الحمدلله و به برکت این ایام الله رمضان استفاده می کنید، هی دارید نزدیکتر می شید به خداوند، این دارید نزدیکتر میشید به قرآن، این دارید نزدیکتر میشید به معراج واقعی. خدای مهربان این توفیقات شما رو بیشتر به فرمایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رزقمون در رمضان امسال سوره مبارکه یاسین یا قلب قرآن شد. قال یا قوم اتبع المرسلین، حبیب نجار آمد این سه پیغمبر رو نجات داد از زیر کتککاری این مردم انطاکیه ترکیه و گفت یا قوم، ای قوم من، پیروی کنید از انبیاء خدا. انبیاء خدا تعارف نمیخوان، قربونت بشن، فدات بشن، فرش قرمز براشون پهن بکنید، تعارف نه، اونو برای تعارف نیامدن، برای پرستیج و احترام نیومدن، نه، اینا با بقیه فرق میکنن. اینا اصلا میگن لا اسألکم علیه اجرا. اینا چی میخوان؟ اتبعو، تبعیت کن. تبعیت هم تبعیت تعارفی نیست دیگه، نه، تا پول داری رفیقت هم رفیق بند جیبیت هم، اینجوری نه. تبعیت یعنی تبعیت عملی. وقتی تبعیت عملی بکنید انبیا دیگه بسشون هست. مثال زدیم که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه مصیبت های سفر طائف رو کشیدن، سنگ پران پریده شد به طرف حضرت، رنجم شدن حضرت، ولی یک نفر یک غلام سیاه مسلمان شد، گفتن یا ابوالحسن ما را بس است، اتبع المرسلین. و چقدر زیبا صحبت میکنه، میگه یا قوم، یه قوم من، یعنی چی؟ یعنی ما که با همین دیگه، ما که توی یک کشتی هستیم، سرنوشت مشترک داریم ما. یعنی عبارت قشنگی گفت این نجار، با اینکه نجار بود اما حکیم بود به نظر من. و حدیثی هست پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان که سه نفر هستند در تاریخ انبیاء خدا که این سه نفر مصداق فاستبقوا الخیرات هستند. در امت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم مصداق فاستبق الخیرات که حضرت علی علیه السلام و همچنین پیغمبر خاتم همین حبیب نجار رو به عنوان یکی از مصداق فاستبق الخیرات سابقون امت معرفی میکنند. ایشون میگه که ما سرنوشت مشترک داریم. ببینید عزیزان، گاهی اوقات وقتی انسان میخواهد به کسی انتقادی بکنه، این انتقاد خیلی زننده و تیز میشه، نه تنها تأثیر نمیکنه بلکه تأثیر منفی میکنه، درسته؟ اگر شخصی فرزندش مثلا کار اشتباهی کرد بهش بگه تو آدم غلطی هستی، این که فرد رو نباید توبیخ کرد، اون عمل رو باید توبیخ کرد، کننده رو توبیخ نکنید، اون عمل رو بگید این عمل اشتباهه. حبیب نجار این کار رو میکنه، اولا از روی محبت صحبت میکنه، میگه یا قومه، با اینکه اینها همه گمراهان هستن، اینها دارن درسته به لحاظ خونی هم نژادش هستن، از یک قبیله هستن، اما اینا دارن پیغمبران رو سنگباران میکنن، حبیب هم پشت سر پیغمبران هست که این نمیگه که آی مردم کافر چرا دارید این کار رو میکنید؟ نه، میگه ای قوم من، فامیل من، عزیزان من، خویشاوندان من. این روش نصیحت کردن رو به ما یاد میدهد. شما که همه ماشاءالله کاملید انشاءالله میدونید،
اما خوب انسان زمانی که انتقاد میکنه اول باب محبت رو باز بکنه، اول باب دوستی رو باز بکنه، اول دلسوزی و نزدیکی خودش رو، نیت خیر خودش رو ثابت بکنه، بعدش هم خود عمل رو مورد انتقاد قرار بده. اتبع المرسلین، پیغمبران رو تبعیت کنید. اتبع من لا یسألکم اجرا، کسانی که از شما اجر نمیخواهند و هم مهتدون. و اینها خصوصیت دیگرشون این هست که اینها هدایت شده هستند. یعنی پیغمبر دو تا شرط داره، یک شرطش اینه که اینجا بیان شده اجر نمیخواد، هیچ تمعی نداره از اینکه شما هدایت بشید، هیچ پیغمبری سودی نبرده، سود اقتصادی از این که مثلا حالا یا سود سیاسی یا ملت املاکی بهش برسه، از هم دنبال این چیزا نبودن. یکی اجر نخواستن، دوم به هم مهتدون، اینا خودشون هدایت شده هستن. وای از اون روز که کوری اساکش کور دیگر شود. نه، اینا خودشون هدایت شدن، اینا به جای رسیدن. شما هزار بار اینا رو سنگ باران بکنید، نصیحت بکنید، اینا از راه خودشون عقب نمیرن، اینا محکم سر هدفشون ایستادن. یا داوود، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. چقدر زیبا میفرماید، اون کسی که خودش آویخته این دنیا هست، دل به این دنیا سپرده است، او کی میخواهد دیگران رو هدایت بکنه؟ اما حبیب نجار میگه که اینا خودشون هدایت شدن، به تعبیر امروزی اینا خودشون به جای رسیدن و در اینها، در تبعیت از اینها خیره. حضرت یوسف علیه السلام اگر یادتون باشه، ایشون وقتی که از زندان ایشون را آوردن که چه گوهری رو در زندان پنهان کرده بودن، ایشون چی جواب دادن؟ گفتن اجعلنی علی خزائن الارض، اگر شما میخواهید که از این قحطی که پیش روتون هست نجات پیدا بکنید، اجعلنی علی خزائن الارض، من رو رئیس اقتصاد این مملکت بکنید، ترژر به اصطلاح، وزیر دارایی بکنید. اجعلنی علی خزائن الارض. من فکر میکردم واقعا خواهران و برادران، حضرت یوسف خیلی شجاعت داشته ها، خیلی شجاعت داشته، طرف رو از زندان آوردن بیرون، چی میگه؟ اجعلنی علی خزائن الارض، شمایی که بنا هست 7 سال قحطی داشته باشید که هیچ موجودی تو این سرزمین نمیتونه زنده بمانه، به 1 سالش نمیتونه زنده بمانه، چه برسه به 7 سال؟ راه چاره شما این هست که کار رو به من یوسف بسپارید. و بعد ایشون جواب میده، ادامه میدهد اینی حفیظون، بگید علیم. من یوسف دو تا خصوصیت دارن، یک حفیظم یعنی امین این مال هستن، یعنی خب خیلی پاشون میلرزه وقتی که اموال و پول و دارایی و طلا و نقره بی حساب و کتاب انبارها در اختیارش قرار میگیره، شاید او آدم قبلی نباشه، اما حضرت یوسف میفرماید اینی حفیظون، من حفیظ هستم، مطمئن باشید. این یکی اینی حفیظون علیم، دوم من پروفشنال هستم، من تکنیک اقتصاد رو، علم اکونومی اقتصاد رو من میدانم. این دو خصوصیت دست منه. و شما هم دیدید که حضرت یوسف توانست با این دو شرطی که داشت و خصوصیتی که داشت مصر رو نجات بده. اینجا هم همین نکته هست. حبیب نجار میگه این پیغمبرها این دو خصوصیت رو دارن. اولا از شما مزدی نمیخوان، نترسید، نگران نباشید. دوم اینکه هم مهتدون، اینها تخصص این کار رو دارن، اینها در این علم دینی که میخواد دست شما رو بگیره به خدا نزدیک بکنه متخصص هست، متبحره. اینجا نکته ای هست عزیزان، و اون این که باز هم به اون توصیه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله علیه برمیگردیم که میفرماین و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رباط احادیثنا. در دوران غیبت برای برطرف کردن سوالها و نیازهای دینیتون به کی مراجعه کنید؟ رواد احادیثنا. و بعد شروع میکنن حضرت امام زمان خصوصیات کسانی رو که ما باید بهشون مراجعه بکنیم بیان میکنن.
اینها علمایی هستن، متقی هستن، وقفشون، عمرشون رو وقف کردن برای علوم دین. فقط در خونه اینها رو بزنید، در دوران غیبت کبرا در خانه این و اون رو بزنید، خودتون به شک میافتید. چه کار دارید؟ چرا نمیری یه قرص زحمت بدی همون سطل آبت رو از سرچشمه زلال معرفت آب پر کن؟ خودت، خانواده تحت تاثیر اعتقاداتت قرار میگیری، دنیا و آخرتتون تحت تاثیر همین اعتقادات قرار میگیره. چرا در خانه این و اون رو بزنید؟ چرا اون کسی که واقعا مخلص هست و واقعا این تخصصش هست، چرا در خانه اون رو نزنید؟ و هم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. بعد میگه که حالا حرف رو هم نمیاره راجع به شنوندگان، بگه شماها چرا این کار رو نمی کنید. میگه من خودم، من چرا اون خدایی رو نپرستم که من رو خلق کرده است؟ در حالی که خودش میپرسته به در میگم دیوار. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، چقدر روش خوب نصیحتی بلد بوده این شخص. حالا کلمه قشنگی هم استفاده کرده، میگوید فطرنی، نمیگوید خلقنی. فرق بین خلق و فطرن چیه؟ خلق یه چیزی هست که ممکنه یه اصلی داشته باشه و ما کپی بکنیم، یا یک مثلا نمونه هایی در عالم وجود داره، ما مثلا از اینها الگو برداری کردیم. مثلا هواپیما رو درست کردیم بر اساس مثلا بال فلان پرنده، مثلا عقاب یا شاهین به عنوان مثال، یا مثلا زیردریایی رو درست کردیم چون مثلا یک والی مثل اون ما دیدیم که ساعتها زیر مثلا دریا حرکت کرده، آرام هم حرکت. مثلا از اینها رو میگن خلقت. پس ما انسان ها خالق هستیم. خدای مهربان وقتی انسان رو خلق کرد چی فرمود؟ فتبارک الله رو بگید احسن الخالقین. نگفت که من تنها خالقم، من بهترین خالق ها هستم. خالق هایی وجود دارن. اون مهندسی که می آید مثلا جور واشنگتن برج رو مثلا در نیویورک طراحی میکنه، چند کیلومتر فاصله دو تا پایه، یا مثلا پل سان فرانسیسکو رو به عنوان مثال، این خودش خالقی هست. کار آسانی نیست، خیلی سیستم پیچیده‌ای داره، میلیون ها تن بار روی اون پل تکان میخوره ولی میریزه. این خلقت هست. اما اینها نمونه داشته در دنیا، یک جاهای الگو برداری کردن، یعنی این اکسپریمنتال نالج یک مواد و مصالحی داشته در این طبیعت و از اونها برگرفته شده. اما فطرنی، فطرت با خلقت فرقش اینه که فطرت اصلا هیچ چیز قبلی نداشته. مثلا اگه یک رباتی درست میکنن که این ربات هم میتونه مثل آدم مثلا راه بره، خب حداقلش اینه که از آدم الگو برداری کرده مثل آدم میتونه راه بره، حالا هزار نمونه دیگرش رو هم بگذارید باشه. اما اینجا زیبایی اینه که خدای این حبیب نجار اشاره میکنه به این خصوصیت پروردگار که خداوند به جای خلقت فطرت میکنه، یعنی بدون هیچ گونه کپی برداری نمونه اول رو میسازن. ببینید این خلقتی که من و شما داریم، این انسان، نه این نمونه اولش ساختنش خیلی مهمه. حالا اگر مثلا بتونن در لب بیان نمونه برداری بکنن، درست بکنن شبیه انسان، این خلقته نه فطرت. اما خدا این فطرت رو درست کرده. شما میدونید که با آیا شما تا حالا میدونید دوستان که با چشمتون هم میتونید ببینید، با گوشتون میتونید ببینید، چطور؟ یک نکته خیلی جالب علمی هست. اگر چشمای شما رو ببندن، ببینید کار خدا چی هست، چشمای شما رو کاملا ببندن و در پشت سر شما سمت راست شما یک صدایی بکنه، شما سرتون رو به سمت چپ دور میدید یا سمت راست؟ سمت راست دور میدید. چشماتون بسته است ها، اما شما فقط صدا شنیدید، هیچ چیزی رو ندیدید. از روی صدا آدرس و لوکیشنش رو پیدا میکنید. اگر همین صدا رو از این گوشه سمت چپ بشنوید، چشما بسته است چیزی ندیدید ها، اونور رو نگاه نمیکنید، اینور رو نگاه نمیکنید، باز این طرف رو نگاه میکنید. این اتفاق که این موج رو گوش میگیره، این گوش که یک وسیله است، مثل دستگاه تلفن هست، خیلی مهم نیست، خیلی پیچیده است این گوش. هر حالت این گوش یک عالم داستان داره،
خودش یک فطرتیه نه خلقتی. بعد وقتی این میاد داخل مغز تقریبا اندازه مثلا اینقدر 4-5 سال وقتی داخل مغز میشه، اون مغزه که بهتون میگه آدرس میده که این صدا از پشت سر شما برخاست نه از جلو، حواست تو پشت سر باشه و همچنین گوشه سمت راست. اگر شما توی یک بیابان تاریکی باشید که هیچی نمیتونید ببینید و منتظر یک خطری هم هستید، توی یک کوهستانی دارید حرکت میکنید، به محض اینکه از یک بوته خاری در پشت سر شما دست راست یک خشخش و سرصدایی بلند میشه، فورا متوجه اون طرف میشید در حالی هیچی ندیدید. شما اصلا دیگه شما از سمت چپتون احساس امنیت میکنید، متوجه سمت راستتون هستید چون صدا رو از اونجا شنیدید. اینا فطرته. حبیب نجار میگوید که من حبیب نجار چرا اون خدایی رو نپرستم که فطرنی، من رو خلق اول کرد، اوریجینال و اصلی و بدون کپی. چشم ها اینجا قرار بگیره بهتره، دو تا چشم داشته باشیم بهتره، دو تا گوش داشته باشیم بهتر، هر چشم روی پیشونی نباشه، ابرو هم داشته باشیم خوبه، مژه خاصیتش چی هست، دهان خاصیتش چیه، دو سوراخ بینی باشه، اینا خاصیتش چی هست، همه این بدن رو خدا اینجوری فطرنی فطرت کرد، بالاتر از خلقت. و الیه ترجعون، و ما به سوی این خدا برمیگردیم. حالا این الیه ترجعونه، این مرد خیلی زیبا هست، الله اکبر. نمیدونم وقت هست بگم یا بذاریم فردا شب ان شاء الله بگم الیه ترجعونو، بذاریم فردا شب ان شاء الله. این قسمت خیلی زیبایی هست و خیلی جذاب. ادامه این سوره مبارکه یاسین واقعا خیلی سوره با معنویتی هست، خیلی بعد معرفتیش بالا هست. الحمدلله شما عزیزان دیگه تو اون درجات بالای دانشگاه معرفت دینی هستید که ماشاءالله دلتون برای اینها آماده هست. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، استجب دعاءنا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم. خدا به برکت قرآنت گناهانمون ببخش و بیامر، مریضانمون شفای عاجل مرحمت بفرما، امواتمون ببخش و بیامر. خدا روزها عبادتهامون گرچه ناقصن به لطف و کرمت قبول بفرما، دلهامون رو به نور قرآنت مزین و منور بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع السلام.